تو این گفتگویی که با هم داشتیم اول از همه در مورد این صحبت کردیم که کل فرایند خلاق تو به چه صورته وقتی میخوای ایده پردازی کنی چجوری این کار انجام می‌دی؟ کوزی کورنر چیه متوجه شدیم خودت رو میندازی تو فضاهایی که ممکنه آدم ها باشند ممکنه نباشند ولی فضاهایی که تو رو از لحاظ ذهنی میره توی یه موقعیتی چه موقعیتی؟ موقعیتی که مرکز توجه هم بقیه دارن به هم آفرین میگن توجه دارن به هم میکنن یه انرژی رو بهت میدن حالا آماده شدی برای اینکه که بتونی کار خلاقه کنی درست تو گام بعدی چی کار میکنی؟ خودت رو ایزوله میکنی از این محیط فیزیکی که توش قرار داری بره. با موزیک گذاشتن هر چی هر کار ممکن که لپتاپمو برمیگردونم کسی نبینه آره. خودت رو توی یه حریمی قرار میدی که از اون آدم ها حالا فاصله بگیری متمرکز بشی روی کاری که میخوای انجام بدی برای ایده پردازی هات شروع میکنی مراجعه کردن به خاطرات کودکیت تجربیات زیستهی که داشتی حتی گاهی اوقات شروع میکنی محیط پر... پیرامون خودت رو برای الهام گرفتن نگاه کردن مثالی که مثلا زدی این بودش که ممکن من وسطی پروازی باشم کنار پنجره هواپیما نشسته باشم یه اتفاقی بیرون میبینم همونو برمیدارم میارم توی ایدم مدل خودم اجرایش میکنم بارم. از یک جایی به بعد متوجه شدی که تو وقتی این ابزار و این توانایی رو داری دیگه لازم نیست که ایده پردازی و کار خلاقت منوط به یک محیط خاص باشه اگر ابزار رو داشته باشی هر جای دنیا که باشی میتونی این کار رو انجام بدی و خوش بگذره بهت بله اومدیم گفتیم خب بایستا ببینم ابزارم بهت دادیم تو خودت رو مگه چی میدونی که اگر ابزار خودت رو داشته باشی بتونی اون لذت رو تجربه کنی اون کار خلاقه رو داشته باشی دیدیم تصویری که از خودت داری شبیه به اینه که خودت رو یک تراهی میدونی برای ساختن یک ایده خلاقه اجرایی کردنش که از همه چیز برای انتقال یک چیزی میتونه حسه باشه ایدهای باشه دیدگاهی باشه تجربه باشه هر داستان چیزی باشه. داستان باشه. هر باشه به دیگران استفاده کردن ابزارها چه چیزایی از چه چیزایی داری استفاده میکنی از قصه گفتن تصویری تا عکاسی تا طراحی لباس تا طراحی محیط تا مجسم, سازی هر چیزی حکم ابزار دیگه برای تو پیدا میکنه و خودت رو توی یک اشل بالاتر و بزرگتر داری میبینی و سوال این بود که چرا چه چیزی داره بهت میده آیا مثلا حس قدرت بهت میده حس نمیدونم فلان میده ولی دیدیم نه ماجرا ماجرای لذت فردی و شخصی بردن است چون حتی تو گفتگومونم برگشتم گفتم خودت هم یه مثال جالبی زدی گفتی که اگر تو تنها باشی رو کل کره خاکی همین یادم باشی اون کار رو ادامه میدی یا نمیدی و دیدیم جفتمون انجامش میدیم به خاطر اینکه ولی به شیوه خیلی پریمیتیو دیگه آره، مهم مدیوم دیگه مهم نیست دقیقا ولی داری زندگیش میکنی دیگه بخشی از وجود تو شده وقتی به اینجا رسیدیم برای من سوال شد که ببینیم اینا ریشه هاش کجاست یعنی چه چیزهایی داره تو رو قلقلک میده که این کارها رو بکنی تجربه کنی چه چیزی داره تو رو میبره سمت این که تو کاری که داری انجام میدی یونیک بشی امزادار بشه کار خودت متوجه شدیم خوشبختانه از کودکی یک تجربیاتی رو داشتی که از روی خوششانسی کمکت کرده امروز اونها رو ادامه بدی درست به عنوان یک کودک وقتی که شروع کردی کار خلاقه انجام دادن به جای اینکه بیان ترس رو توی تو شکل بدن آزادی عمل رو بهت دادن تشویقت کردن فراهم کردن که تجربیات خودت رو بتونی ببری جلو جلو جلوتر البته فقط توسط مادر اما بله در بله بله دقیق بله. برعکس بوده یعنی انقدر ترمز بوده وحشتناک من حتی سر انتخاب رشتم خیلی مبارزی کردم حتی سر لباس پوشیدن استایل کاری که میکنم یعنی مدام از بچگی من با یک دیو عجیب قریب یعنی این که میگم دیو نه اون آدم دیو نه باشا. نه میدونم چیه شرایط خودم به نسبت بیدی. کارم و این مبارزه با این دیو دو سره شاید باعث شده که اصلا دلم بخواد همه چی به نتیجه برسه میدونی چون تو هنرستانم که بودم چون سخت به دستش آورده بودم احساس میکردم همه چی باید به نتیجه برسه یعنی نتیجه... یه طرف چراغ سبز رو داشتی آره. میدیدی لذت رو می بردی. این, و... این ور وحشتناک برکس اینجا برک... هم ترمزه رو می ولی متوجه شده بودی که اگر من مسیرم و ادامه بدم میرم اون چیزی که میخوام و انجام میده آره در نهایت لذت بخشتر خواهد بود یعنی رضایت خودم رو ترجیح دادم به رضایت اون والدینم آره بعد حالا اومدیم یه ذره تازه امیخترم شدیم گفتیم که خب این تجربه زیستایی که داریم در موردش صحبت میکنیم تو رو دائم میخواد حل بده که شبیه بقیه بشی ام. تو رو داره وسوسه میکنه که مثل بقیه باشی دیگه ام. متوجه شدیم که آگاهانه میای خیلی جاها فیلتر میکنی یعنی چیزایی که آزارت میده چیزایی که ممکنه ذهنت رو دار کنه ذهنت رو مسموم کنه مثل اخباری که مثال زدی جلوش رو میگیری فیلترش میکنی نمیذاری اصلا ورودی دیتا داشته آره باشی خب جاهایی که احساس میکنی که ممکنه مثلا خانواده بار جدیدی منفی رو روی تو اضافه کنن ممکنه اطرافیان دوستانت یک چیزی که دوست نداری و وارد زندگیت کنن برای یه تایم محدود حتی نه همیشگی خدافزی ازشون میکنی ول میکنی میری آره. تا بتونی اون کاری که میخوای انجام بدی اون جوری که میخوای زندگی کنی رو زندگی کنی و بعد دوباره برگردی آره. این مدیریت کردن و جسارت داشتن جسارت خود بودنه و خودت رو زندگی کردنه به کنار یک سری کارهای دیگه ای هم داشتی در موردشون صحبت میکردی که منابع الهام تو هن. مثل طبیعته، مثل نگاه کردن و دقیق تر شدنه، مثل آرندی کردن این وقتی که با یک ایده جدید مواجه میشی مثل اینکه ایده ها رو ارزیابی میکنم میسنجم ببینم چقدر در من اجرایی کردنش و انجام دادنشون ترس ایجاد میکنه تا انتخابشون کنم ده ده. تک تک این کارهای از این جنس به تو داره کمک میکنه تا ایده هات ایده های شخصی امضادار مال پیام بشه به اینجا که رسیدیم سوال اصلی این بود که خب تو اوکی این ایده رو خلق کردی اجرایشون کردی فیدبک خوبم گرفتی چرا همون فرمون ادامه نمیدی بری هی میپری به این شاخه به اون شاخه متوجه یه چیز جالبتر شدیم و اون این بود که عاشق یاد گرفتن و تجربه کردن و اضافه کردن تجربه زیسته هستی به خاطر اینکه هی داره ایده های جدید رو به تو میده و از اون ور به تو امکان این رو میده که بتونی با آدم ها ارتباطی که میخوای داشته باشی ارتباط خلاقه اگر داری کار تیمی باشون انجام میدی زبان مشترکی رو رقم میزنه که باهاش میتونی خروجی ها رو بیشتر ببری سمت اینکه صد درصد اون چیزی که میخوای بشه. <applause>